یک تیغه داریم، میارمش اینجا، بزرگش میکنم در حدی که کلو بگیره. یه خورده این برتر، این اون کلیتیه که باید در وهله اول ایجادش بکنید. خب یکی از چیزهایی که داریم اینه، اینه که اینجاست و در نهایت میاد و اینجوری میرسه. کوچکش میکنم، میام اینجا و کلیتی برای این قسمت در میارم. آره، من برمیدارم میارم تا اینجا. خیلی، این یه تیکر به عنوان یه قسمتی از کلیت شروع میکنم به کار کردن. اینجا میام یه دونه سپلیت میزنم و این ورتکس رو میکشم بالا، تقریبا اینجاست. من خیلی زیاد تیرش کردم، چی نمیبینم. خیلی آره، از این ایجی که اینجا ایجاد کردم یه اکسترود میگیرم، میام اینجا و اینو یه قسمتشو میذارم اینجا، یه قسمتشو هم میذارم تقریبا اینجا. حالا بگیم یه مقدارم داخل تره به این شکل. از این ایج یه اکسترود میگیرم، میام سراغ اینجا. فرض بگید این یه مقداری هم داخل دسته هست. من به خاطر این چیز کردم که خودم بتونم ببینم. خب تو میشه سیاه‌سفیدش هم کرد که خب بر این ایجم انتخاب میکنم، اکسترود میگیرم و میام اینجا. بذارمش اینجا. خیلی خوب، دارم کم کم کلیت ها رو در میارم. یکم اینجا سپلیت میدم، میکشیم این قسمت. از این ور که من تصور میکنم داخل تر درنشه مشکلی وجود نداره. بازم یکی دیگه میتونیم اینجا بزنیم، اینم بیاد اینجا قرار بگیر، تقریبا اینجا. خیلی خوب، فرض کنیم نزدیک به همین قسمت لبه چاقو، زیادم دور نیست. خیلی خوب، اما این ور این ایج و این ایج رو یک سرود ایج میگیرم، صاف میام اینجا، تقریبا اینجا. تا الان همه چی تخته، اینو پرتش میکنم روی این پیک اینجا، اینم میارمش اینجا. تقریبا اینجا ها. خیلی خوب، از این دوتا ایجم، این و این، یک سرود دیگه میگیرم، میام اینجا، میام میذارم این نوک چاقو، میام اینجا و اینجا. خیلی خوب،
این یک کلیت ابتدایی برای ساخت این. دیگه این قسمت که پایین میاد، اما اینجا یکی از مهمترین قسمتاش اینجاش. میام یه سپلیت ساده از اینجا به اینجا میکشم، بعد میام اینجا. خیلی خوب، یه سپلیت سادم از اینجا به اینجا این مقدار میارم این برتر، تقریبا همون خطوطی که به نظر میاد. این خط باید نرم بیاد برسه به اینجا، تقریبا اینم اینجا، این راستا اینو در نظر میگیرم. خیلی خوب، این هم نیاز داریم. یکم از اینجا سپلیت میکنم به اینجا، این چیز میمونه، این هم میکشم اینجا. چرا؟ میام این ایج خودم رو یه اکسترود ازش میگیرم، این ورتکس رو میدازم اینجا، نمیارم اینجا، این دوتا رو مرج میکنم، این ایجم پاک میکنم. خیلی، این هم از این تقریبا خوبه. این هم نگاه کنید، این دستشو داده به این، این هم 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 باید بیاد دستشو بده به این. خب حالا این ورتکس ها رو یه خورده میارم این ورتر، همین مقدار این ورتر. خیلی، پس الان اینجا یه چیزی دارم به اسم چی؟ چی بود این اسمش؟ گفتم جلسه پیش ایج لوب. آها، ایج لوب. خب سب کن نمیزم اینجا. خیلی خوب، اینجا یه دونه فعلا ستایی داریم. باش، تا بعد یه فکری به حالش بکنم. ولی چیزی که الان اینجا هست یه تیغه اینجوریه که تقسیمات ابتدایی درستی داره. اینجا هم داریم، اینجا این سپلیت که اینجا زدم صاف میرم اینجا، این هم میکشم دقیقا روی خط. این هم از این تیغ هم که همچنین ببینم اینجا کامله. آره، از این هم به این، به این. خیلی، اینجا از این ایج، از این ایجا یه اکسترود ایج میگیرم، اکسترود صافیت بیرون، جاشون رو تنظیم میکنم. این آقا جون شما بیا بپر روی این، نه برای قسمت شما. بعد میام با سپلیت کردن یکی دقیقه رو بروی این، چرا اینجوری، با این یه سپلیت میزنم تقریبا اینجاها، یه سپلیت هم میزنم اینجا. به رو در روی کردن اینا دیگه. خب اما چون هنوز اینا رو نیوردم پایین این خوب در نمیاد، چون مجبورم دو ردیف ورتکس رو جابجا کنم. میام همین ایجا و ورتکس ها، البته میارم این ورتکس، این ورتکس، این، این و اینا رو صاف میارمشون پایین به همون مقداری که فکر میکنم اینا چی دارن، اینا شیب دارن به سمت پایین. خیلی خوب، فکر کنم دیگه الان شیبشون خوب باشه. آره، اینا
از این، اینو برداریم بندازیم توی لیری wireframe on shaded show grid. تقریبا خوبه. آره شاید یه خوردم کم باش. نمیاد کنیم یه سطحی رو ایجاد بکنیم که اون فارد اینجوری خیلی خیلی رسان داده با این میتونه فیس بسازیم که یه دارا شده با اکسیو کردن ایج ها یه سطح اولی درست داشته باشیم. آره باید تقسیمات رو همینجا شکل بدی، نه اینکه بری یشی بش اینه که یه کیوب رو بعضی ها میان یه کیوب رو میارن هی کوچیک کوچیکش میکنن سعی میکنن در بیارن، ولی من خودم همیشه میام اینجا ایج لوپ همو میسازم، اینجا ایج لوپ، اینجا ایج لوپ، بعد اینجا تقسیمات همو در میارم. شاید هم اصلا فکری برای اینجا نداشته باشم، بعدم بهش فکر میکنم، بعدم مشکلش رو حل میکنم. خب الان چون این شیب رو در آوردم، اگه اینجا ایج لوپ همو بزنم خب کاملا درست از آب در میاد، لازم به تنظیم کردن بعدی نداره. یکم حالا اگه فرض کنیم یه خورده پایین تر یکم اینجا میدن، این ایج لوپ ها خیلی برای من مهمه. اگه اینجا هم ایج لوپ بزنم نگاه کنید تا کجا میره. بعد اگه بخوام این لبه ها رو محکم کنم از طریق همین ایج لوپ ها باید محکم بکنم، راه دیگه ای ندارم. در اینچه این کار رو سعی میکنم درست انجام بدم. خب نه به این شکل، خود چاقو یه مقدار احساس میکنم تو رفتگی داره، بالا جستگی داره. چجوریه اینجا؟ چیه مقداری انگار اینجوری شده. شیبو که در آوردیم عزیزم، نه یه چیز دیگه. نه منظورم اینه که این ایجایی که اینجا هست یه مقدار اینجوریه، یه مقدار خیلی کم، یعنی صاف نیست، یه مقدار تو رفتگی داره. خب حالا اینم در آوردیم تموم شد. الان ورتکس ها میرم میرم سنپ میکنم به این، میرم میرم سنپ میکنم به این، میرم میرم سنپ میکنم به این، اینم ستایی بیاد بشینه اینجا. ببین الان این شیبش هم هست که از این میاد میرسه به این. حالا این ورتکس ها رو مرجش میکنم میام اینجا. خب یه لایه دیگه میخوام، این تا اینجا که اینجا اینجوری، اینجا اینجوری و اینجا اینجوری، برای این یه تیکه ای که به این شکل کج میشه. خب اینا وسط که نیستن، اینا پایینه تقریبا اینجا و تقریبا اینجا، غیر از این یه مقدار پایین تر و غیر از این یه مقدار بیشتر پایین تر، به این شکل. خیلی خوب که بعدا برای اونجا یه فکری خواهیم کرد. خب اما اینجا، اینجا بعد اینکه لبه بعدی رو ساختیم اینم کامل میکنیم دیگه، ببینم کجا کار داره. خیلی خوب اینجا کار داره، چون این لبه موقعی که میاد اینجا نباید گرد بشه. این یه قسمته، یه قسمت هم اینجاست که موقع پایین اومد، موقع نرم شدن نباید چیز باشه، این باید یه تیغه کوچیک داشته باشه. یکم اینجاست که یه حالت محو داره، موقع اسم شدن نباید خیلی شل بشه. خب برای تیغه اینجا سپلیت اینجوری میزنم، این لبه رو یه مقدار تیزتر میکنیم. حالا بعدا خیلی قشنگ هم خودش رو به اینجا کشون، کارش هم درست انجام داد. اما اینه که اینجا قرار بگیره، از اینجا شروع میکنم. وقتی که اینجوری سپلیت بکنم، چون این چهار تایی این همه رو میگیره، این تیزی خود اینجا، این سپلیتی هم که اینجا دادیم، این تیزی خود اونجا جایی که هست، حتی میتونم یه مقدار اینا رو نزدیکترم بکنم.
که اینجا تیز در بیاد. تیزتر. خیلی خوب. این از اینا خود بیان بالاتر، یه خود این ورتر بالاتر، این از این یه مقدار این ورتر، یه مقدار پایین تر، یه مقدار این ورتر. خیلی خوبه. حالا اینا که اومدن پایین، اینا رو یه مقدار بکشیم سمت بالا. غیر از اینا، چون اونجا دیگه خیلی محوه، همین یه تیکه است که یه خود تیز دیده میشه، اونجا رو دیگه محو کار میکنیم. خیلی خوب، یه مقدارکی هم بیارمش بالا، هم پایین هم باشه خوبه. اما اینجا، اینجایی که تیزه، اینجا یه تقسیم دیگه میخوام. برای اینکه اون تقسیم من در بیاد، از اینجا میگیرم، میام اینجا، میام اینجا و میام اینجا. اینم گرد میکنم، اینم گردی اینجا. خیلی خوب، خیلی قشنگ، این کم کم میاد تو اینجا محو میشه. ایراد نداره، ایراد نداره، کارشو درست انجام میده. اگه بازم خوشتون نیومد چون ستاییه، میتونید یه کار دیگه بکنید که من میپسندم اغلب انجام میدم، اونم اینه که اینجا میام یه سپلیت دیگه میزنم برای اینکه اینجا رو محدود کنم، تقریبا اینجا، و خود این خود به خود چارتایی میشه. یه اجلوپ هم برای من ساخت، یه اجلوپ هم برای من ساخت، این هم میارم اینجا که محکم کاری بشه. حالا میام این ایجایی که اینجا هستند و خوبه، جاشم خوبه، اینجا رو محکم میکنم. حالا بعدا باید ببینیم چجوری خواهد شد. خب اینایی هم که اینجا میبینید، این میخوام یه خورده تیغش تیزتر بشه، نه این تیغه به این نداره، این یه تیکه شده، ولی من میخوام اینجوری نباشه، میخوام یه مقدار تیزتر باشه. حالا تو این نما، آره، یه شیب اینجوری پیدا بکنه که یه تیغه بشه، تیغه تیز بشه، مثلا اینجوری من خوشم میاد باشه. تو خود این نیست، تو این نیست، تو این تصویر بازم یه تیغه تیز اینجا داره، خیلی کوچیکه. حالا من میخوام یه خورده بزرگتر باشه. و عرضم خدمت شما که نمیخوام این تیغم صاف بیاد، میخوام این تیغه ای که میاد اولا اینجا، این عین همون محدود کردنه، یکم اینجا میزنم. خب غیر از این فیس ها و این و این، یه مقدار اینو میارمش پایین که این تیغه اینجوری بشه. خیلی خوب شد، عالیه. اینجا ببینه، خب این همه هست دیگه، میندازه وسط. این هم تا اینجا، هم یه تیغه اینجا در آوردیم، هم اینجا رو محدود کردیم. اما اینجا، تا اینجا که مشکلی نداره، این که کاملا در اومده. میام اینجا، میرسیم به این، یه سپلیت میدم ببینم چیکار میکنه. آه خیلی خوب، تا اونجا اومد. میام همینجا تیز نگهش میدارم، میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا و میام اینجا. خب به جای اینکه این ورتکس رو بیارم اینجا بچسبونم، به جای اینکه اینم ستایی نشه، اینو میذارم اینجا، اینو میدم اینجا، اینو میدم اینجا و این ایجو پاکش میکنم.
چند تایی شد؟ خیلی خوب، چهارتایی چهارتایی. اما اینجا برای که تیز باشه سپلیت خودم رو میدم، اما قبلش میام یه خورده اینا رو کجشون میکنم. تو بیا اینجا یه خورده کم، این هم میایم اینجا سپلیت میزنیم که اینجا زیاد شلول نشه. خیلی خوب، هم از این هم از این، اینجا هم که میل خودشه. جی کجا رو باید مد نظر قرار میدادن؟ حالا فرض کنیم تا اینجا کارمون درست شده، از همین یه داپلیکیت میگیرم و منهای یک میکنم به این شکل. این امیج خودم میخوره برم پایین تر، خیلی دیگه بالاست. منهای یک، خب این اومده بالا، میارمش پایین. خیلی خب، در حدی که حالا برای اینکه قشنگ این بیفته تیغه به تیغه روی اون یکی، اینسرت میزنم، وی رو میگیرم، اینو سنپ تو پوینت میکنم به این نقطه، به نقطه تماس اینسرت. حالا وی رو میگیرم سنپ میکنم به اینجا. باشد الان دقیقا تیغا رو هم افتاده. بشه اینکه ورتکس ها رو دونه دونه بگیریم با هم بیاریم از این هم مرجش کنیم، همه رو از این طرف. حالا این یه کار دیگه ایه. آره اینا الان ورتکس ها که میرور کردم حداقل یه لبه رو هم دیگه مچ میشه، مرج نیستن، نه سنپ کردیم فقط. ببینید یه چیز اینجوری. خب کاری که الان اینجا انجام میدیم اینه که اینا رو به هم دیگه، دو تا رو به هم دیگه کامبین میکنم و شروع میکنیم به انجام کاری به اسم تا کجا رو چیز داریم. همینطوریم فیس ها رو پر کنیم، همین رو مثلا به هم دیگه میاش کنیم. یا خورده پکنم زیاد از حدم این رو اسکیل کردم، چیز کردم. آره خورده میشه اینا اسکیل بشن. آره اینجوری خورده بهتر شد. نه زیادی قطور بود. حالا میخوایی خیلی هرچنگ چاقوی مشتی از آب در بیاد میتونی این کارم انجام بدید. خب اپند رو که بهتون گفته بودم خب این کاری به اسم اپند کردن. این کار رو اگه بکنم چاقوی رو هر کی بزنیم میگه تو یا رو سراخش چی؟ میگم فقط تو خالی میشه دیگه، هر کی بزنیم تو یا رو این هم میشه چاقوی. این چاقوه چیزه، نمایشی هنرهای رسمی در نمایش. اونا هم کشوییه. کشوییه؟ آره این هم کشوییش میکنیم ها. خب این هم میتونیم بگیم همه سلیه کنم بعد یه دفعه اپندش. نه همه رو نه، اینا اصلا اشتباه، اینا اضافیه. دارم میگم چرا اینجوری دارم میکنم سلکت. نه اصلا. خب تا مثلا اینجا، اما اینجا رو اصلا من باش کار دارم. بذارید اینا رو اصلا بلای سرشون نیاریم. اینا رو اکسترود میکنم صاف به سمت پایین، یعنی با موو جا به جا میکنم صاف. میام حالا برای اینکه دقیقا هم بیفته دوباره اینجا اینسرت رو میزنم، برای مووی رو میگیرم میندازم روی یکی از این ورتکس ها، بعد اینسرت رو میزنم وی رو میگیرم میندازم روی یکی از اینا. خب الان دقیقا اونایی که هم ارتفاع بودن ورتکس هاشون یه جا افتاده. خب تمام اینا رو انتخاب میکنم. سالا اینه که اینجاست، من میگیم مرج.
خیلی خب ببینیم مرج شده یا نشده. خب مرج شده. این یه قسمت. اما اینجا دو تا حالت داره، یا اینکه این برشه هست دقیقا اون ولی تیغه تمام میشه، یا اینکه این برشه وسط دو تا تیغه هست. کجا رو؟ اینجا رو؟ چرا؟ اینجا میبینی احساس میکنم توی تصویر خود اینجا جمعه. آره اینقدر چیز نیست. آره میشه اینا رو هم قشنگ انتخاب کرد. آره این خب این مقدار اسکیل میکنیم. آها حالا اینجا نگاه کنید، الان اینجا تیز شد، در تصویرم اینجا خورده پخه، نرمه، انگار به این ورم اومده این نرم شده، یعنی کم کم نازک شده. چیکار بکنم؟ میام کل این ورتکس هایی که اینجا دارم و انتخاب میکنم، اینها و اینها، مثلا اینها تا اینجا رو، حالا فرض کنیم اینا هم هست. ابزاری هست که کمک میکنه، میای توی انیمیشن بندو گفتم که بهتون، توی کرییت دیفورمرز ابزاری هست به اسم لاتیس. گفتم نگفتم؟ ابزار لاتیس وقتی که انجام میدید یک توری اینجوری برای شما ایجاد میکنه که تقسیماتش دست خودتونه. اینجا نوشته 5 رو کم میکنم به دیویژن اینجا اضافه، یا به دیویژن های اینجا اضافه میکنم. خب حالا میام یه سری از این پوینت هایی که هر کدوم از این پوینت ها نماینده یه تعداد از ورتکس ها میشن، اینا رو اگه اسکیل بکنم ایده از ورتکس ها رو میاد اسکیل میکنه، ببینید، ولی از اینجا به اونور دست نمیزنه، همون کاری که من کردم. اگه اینا رو انتخاب بکنم، این ردیف اینجا رو، اینا رو اسکیل کنم، به اینجا دست نمیخوره، اینجا هیچ خبری نیست. من نمیخوام اینجوری کار کنم. اینجا توی FFD ابزاری هست که سه گزینه مربوط به این نقاطه، لوکال اینفلوئنس، میزان نفوذ اینها در محلی که خودشون هستن. این اگه زیادش بکن، حالا اینا رو بیام کوچیک کنم ببینید، وقتی که میام اینا رو زیاد میکنم دامنه نفوذش به این ورام میره. این لوکال اینفلوئنس که باعث میشه نرمترین ابزار من عمل بکنه. را دهش کردم، الان ببینید به نسبتی هم جمع شد. خیلی خوب، حالا شاید بگیم که این هم مقداری اسکیل میخواد، این هم مقداری اسکیل میخواد. خب بخواد اسکیل میکنیم. خب انگار این ورتکس ها رو انتخاب نکرده بودم، حالا این رو بعدا جداگانه درستش میکنم. یه مقدارم مثلا اینها رو، این یه ردیف رو یه خورده کمتر. خیلی خوب، در نهایت آبجکتتون انتخاب، یعنی تیغه بالا هم الان نازک شد، یعنی از بالا هم رفته تو. میام دلیت هیستوریش میکنم، برمیگه سجاق. حالا اینجا رو که یه خورده من دوست داشتم که بیشتر اسکیل بشه، کل اینا رو یه مقدار بیشتر اسکیل کنم که در راستای همین قرار بگیره، به این شکل. خب اما در مورد اینجا، این لبه هایی که اینجا هست، ببینم عکس چاقو رو، اینجا من یه تیغه داره رفته پایین، در اینجا هم تیغه ای میسازیم،
یعنی اینجا کم کم که والا میاد، من میگم که آره چون که چیز نداره. الان همین یه تیکر رو میخوام چیز کنم، درست کنم، این عکس اذیت میکنم، میام توی شو میگم کامرا رو نبینم، کامرا دیده نمیشه. اینجا هم خیلی شلوغه، این فیس های اینقدی رو انتخاب میکنم، همینقدر میام توی شو. اینجا توی شو گفتیم دوربین دیده نشه، و یه سری لیست دیگه هم داره که هر کدوم از اینا رو خاموش کنید توی ویوتون دیده نمیشه. ولی در مورد خود آبجکت، قسمتی از یه آبجکت رو بخوام ببینم یا نبینم، میام تو ایزولیت. ایزولیت یعنی ایزوله کردن، قرنطینه کردن، جدا سازی کردن. اینجا نوشته ایزوله کن انتخاب تو چیه؟ همینی که انتخاب کردم، میگم ویو سلکتر، اونی که توی ویو انتخاب شده است. این بقیه دیگه دیده نمیشه. خیلی راحت دیگه فقط روی این قسمت دیگه کار میکنم. خب الان شروع میکنم اپندمو میارم، ابزار اپند. از اینجا میگم به اینجا شد. خیلی، اما یه موردی هم این بنده خدا داره، اونه که فیس هایی که جدید بیان دیگه دیده نمیشه. خب ولی توی اینو برده میبین هستش. حالا دیگه اینجا بعضی وقت از این اتفاق میفته. از این به این اپند، 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 از این به این اپند. نه این یه سوراخ معمولی نیست، یه درز بزرگه. این که پتروس بخواد درز 100 دو انگوش میذاشت به جای اینکه یه سوراخ کوچولو. نمیفهمه. خب اپند، 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 اپند. اما در مورد اینجا، در مورد این یه تیکه، خب من باید تصمیم بگیرم که چه کاری میخوام بکنم. آیا میخوام که این یه درز و این یه دو شکاف رو بیارم اینجا بذارم یا وسط قرار بدم؟ من میگم یه تیغ است، یعنی اینجا رفته اون ور تیغ صافه، اون ور تیغ تو رفتگی نداره. چجوریه؟ خب حالا من میام چیکار میکنم؟ این ایجام رو انتخاب میکنم، این ایجام و این ایجای این ورم هم انتخاب میکنم، این 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 و این. خب اینا رو اکسترود میکنم، روی این ابزار اسکیل هم کلیک میکنم که بیاد وسط. اینا رو اسکیل میکنم به داخل. اسکیل که به داخل کردم، میام تو نمای تا این ورتر و اینجا میذارمش. بعد مرحله مرحله میام اینجا با این مچش میکنم. خب اینجا اینم برمیدارم میارم اینجا. اینم یه تخت دیگه، کارش هم نمیشه کرد. این تخت، اینم میارم ستلب میندازم روی این، چون میفته روی یکی سمت، بعد صاف میارمش وسط. خیلی حالا وسط بودنش تو این نما مشخص داره. آره حالا اینا رو مرج میکنیم دیگه، به هر حال اینا دوستانی هستن که باید مرج بشن. اینا مرج، اینا مرج، اینا مرج. حوصله نداشتم اون عدد رو تنظیم کنم، همینجوری زدم مرج. خب به این شکل. اینجا کو؟ اینجا این فیس انتخاب نکرده بودم، پس اپند میکنم. از این به این اپند. آره روشم میایم اینجا، این ایج و این ایج رو یادم رفته، این یه خورده اکسترود
میکشیمش بالا. اینو میرم سنپش میکنم به این، اینم سنپ میکنم به این، اینم که تو این نماییم میارم در راستای اینا قرار میدم. این دوتا رو، این دوتا رو، اینا رو مرجشون میکنم. یه فیس اینجوری میمونه که اینم به یکی از اینا اپن میکنم. حالا نوکش تیزه. خب نوکش رو میخواییم تیز کنیم، میایم این ورتکس ها رو و این ورتکس ها رو و تا اینایی که اینجا یه انتخابشون میکنم، میام توی دفورمرهای خودم میگم لاتیس. بله پنج تایست زیاد. از این ور یه دو تا اضافه میکنم، از این ور یکی دو تا اضافه میکنم. اینجا باید تیز باشه، اینجا باید کلن تیز باشه، نمیدونم اینجا باید تیز باشه. خیلی پس هیچ، اینو پاکش میکنم. کل این ورتکس های منطقه رو انتخاب میکنم. خیلی خب، create the former lattice. خسته که نشدید؟ خیلی خب. اینفلوئنس ها هم زیاد میکنم. این همون چیزیه که توی مکس بهش میگن چی؟ FDD باکس. کار کردید توی مودیفایر؟ آره. ولی اینجا خب FDD باکس لاتیس. آره خب، اینم زخامت شکرم کردم، اینم نازک کردم، اینم از انتخاب خارج میکنم، اینجا هم نازکش کن. خوبه؟ تیسترش کنم. تیز نه، اینقدر تیز نیست. اینقدر تیز نیست. تو چاقو نه. نه باید تیغ درسته که تیزه، ولی تا تیزتر و نازکتر باشه استحکامش هم چی میشه؟ پایین میاد. باش رو عکس هم نگاه. حتی به نظر من اینم کمه، زیاده. آره خیلی زیاد شده، یه مقدار برش گردونم بالا یه خورده. آره این یه خورده باید قوی تر باشه. اینا رو که نه، اینا رو یه خورده بازتر کن. خب خوبه، حالا ولشون، زیاد من باش بر نریم. چش درد کردم. خورده نازک تر. خیلی اینم از این میمونه اینجا. اینم سپلیت خودمون وسط اینجا، نه زیاد بود نه دقیقا اینجا. این دوتا بنده خدا رو به هم دیگه جوش میدیم. این دوتا هم، این دوتا هم یکی هم. خب این از این، ولی اینجا که تیزه دیگه، درسته؟ خیلی خوب. الان میایم اینجا سپلیت اینجا به کار میبریم. اینجا که الان باید تیز تیز بشه، دور نزده، ولی تا اینجا اومده که برای ما کار خودش رو انجام میده. خب اینو اسکیل روش کلیک میکنم. نه موو، چرا یه طرف هست، یه نموره میارم پایین، یه نموره شد، دو نموره.
این از این یکم این ور میزنیم، به همین مقداری که این ور زدیم این ور هم میزنیم. آها نه که این ورم رفت چون اینجا فیسش ستایی بود چارتایی شد، درسته؟ برای اینکه این اتفاق نیفته فعلا میام یکی از این ورتکس ها رو دیتچش میکنم، میام توی پولیگان میام میگم دیتچ کامپوننت. الان این ورتکس ها کلن از هم جدا شدن، درنش این دور نمیزنه. میام اینجا حالا بعدا دوباره به هم وصلشون میکنم. اینقدر خیلی خوب. چرا دیگه اسموتش کنی بده خراب میشه دیگه. خب میام روی این قفل میکنم و میام اینجا میام یه نموره برو یه نموره آها یه مقدار کوچیکی هم بره پایین ببینم نسبت به اون یکی اون یکی اون یکی اینجا میشه دید خورده زیاد شد. خیلی نه کمه. اینجا رو بیام ببینم. خیلی خوب اینجا بینیم بیام جلوتر اینقدر هست. خیلی خوب حالا میمونه اینجا F. اینو متلاشش کردیم دیگه. اینو میایم میگیم تلاشی نباش. از اینجا هم به اینجا خوب در نیومد، خال نکرده. این ورش زیاد چیز نیست. چرا اینجوری شد؟ بذار ببینم اینجوری خوب می چیکار میکنیم؟ این ورتر بزنیم بری دیلیت هیستوری برتر بزنم. خطش هست اینجا رو ببینم جا بیام جلو اینجا بیام یه خورده دیگه. خب الان خوب شد. دن یک بیارمش پایین به نسبت این یکی. به این باش. خیلی خوب درست شد. الان درست. حالا اینا F از اینجا سپلیت میکنم به اینجا این ورتکس هم سنپ میکنم به اینجا اینا رو مرجش میکنیم. خیلی خوب این هم از تیغه اینجا. حالا میتونیم بگیم که مثلا این تیغه اینجوریه یا اینکه طبق تصویر بستگی داره. حالا من این دوتا و این دوتا رو مقداری اسکیلشون کنم. نه نه خوبه بلش کن. خب یکی هم اینجا میزنی اونور اونور هم بگیره. خب اینور که گرفت دقیقا این اینو اینور هم بزنی چون یکی هم میزنم دقیقا اینجا. خیلی خوب غیر از اینها
اضافاته و این اینو 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 این آره اسکیلشون میکنیم چون تیغه اونجا اینجوریه. خیلی خوب، از اینجا میایم اینجا و میایم اینجا، یه سنپ میپرونیم این ورتکس رو سنپش میکنم به اینجا، میگم مرج. این چند تا ورتکسه؟ اوه ست مرج میکنم. خیلی خوب، اف اینم که کدوم یکیه؟ اینه، اون یکی رو انتخاب میکنم سنپ میکنم به این. خیلی خوب، اینم از اینها بگیم این دوتا بالاتر. خیلی خوب، اینم از این. اینجا هم که به اندازه کافی برای خودش محکم هست تا میرسه به اینجا. اینجا هم میاییم با همون اپن تول معروف از این به این، از اینم به این، از اینم به این اپن میکنیم. اما اینایی که رسیدن به اینجا، اینجا برای قسمت ساده ایه. از این به این، خب برای اینکه این کارم نکنیم بیم این کارو بکنیم. خیلی خب، این دوتا البته این یکی به این مرج. بعد عرضم خدمت شما که از این به این به این آره. از این به این که اینجا تیز بشه به این، این دو طرف مرج میکنیم. بنداز برو بعد از این کجا رفتی؟ از این به این و به اینجا و در نهایت از اینجا به اینجا و به اینجا. خیلی خوب، این دوتا مرج، این دوتا مرج، این دوتا مرج، این دوتا مرج، اونه اینجا. آره اینم اگه بیارم به اینجا وصل بکنم، اینم چهارتایی نمیشه. یه کار دیگه ای هم کرد از این میام به اینجا، اینجا میام به اینجا، این چهارتایی اینم پاک کنم. کدوم ورتکس وسط این؟ این؟ خب چیکارش کنم؟ قرار نیست این تیز بشه که، قرار نیست تیز بشه، اونجا تخته. ببینه اینم میکشم اینجا، بعد میکشم اینجا، چهار تا چهار تا این ستاییه. اینا اگه پاک کنم میشه چهار تا، نمیخواد. چرا نمیخواد دیگه؟ کار اگه کار نکرد شما خرابش میکنید، تغییرش میدید. یعنی الان اسم توش کنی هیچی نمیشه؟ چرا، یه تطمیه اتفاق میفته ولی اگه خوب نشد دستکاریش میکنی. حتی بذارید ببین چی میشه که من یک راه دیگه هم در کنارش بگم بهتون. نه الان زوده، بذار ببینیم اینجا چی میشه. اینو بکشم اینجا برای محکم کاری این لبه،
خیلی خوب، اینم که محکم شد برای خودش. آره اینم برای این، اینه حالا ادامه بدیم. از این ورم اینم محکم کنم. حالا به جای اینکه بیاد این ور، میگم آقا جان همه شما باشید، این رو بندازیم برن. این شیطونه. ورتکس اضافه هاشون هم پاک کنیم. ای باش. حالا از اینجا برمیدارم چیکار میکنم؟ با سپلیت از اینجا میزنم به اینجا. از اینم پا میشم میام اینجا. از اینجا هم که وضع مشخصه. آره. اینم که رسیده به اینجا. جاش هم خوبه. اما مثلث هم باید ایجاد کنیم. اما مثلثه. حالا ببینیم جواب میده. اینم که بگیم آقا جان این ورتکس رو از اینجا بنداز با این، با هم دیگه بگیر، این دوتا رو مرج کن وسط. این دوتا رو هم میگم بگیر، خودت مرج کن وسط اون دوتا. خیلی خوب، اینم از اینجا. اما این به حال چون اینجا رو تیز میکنه، باعث میشه اینجا قشنگ نرم در نیاد. حتی زیاد هم مهم نیست، ببینم اینجا اصولا تیز هست، ولی من برای چیز تر شدن کار من یه مقدار این ورتر کم کم محبش کنم، کم کم نرم بیشه بیاد اینجا. اما اینجا هم یه فیس خیلی بزرگه، این فیس خیلی بزرگ رو تقسیم میکنم به یه فیس کوچیکتر، تعداد فیس کوچیکتر لازم شد، مقداری میکشمش بالا لازم شد. اینها هم به هر حال اینا که جاشون خوبه، اینا یه مقدارکی و کل اینا رو هم یه مقدارکی. اوکی. این تیغه کاری که ما باید انجام میدادیم. خب 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 ببینه این دوتا تیغه در یه راستا هستن یا نیستن. خب خوبه، حالا باید چیکار کنیم؟ اسموت زوده اینجا بذار ببینم. اینجا رو من یه خورده به شک دارم، ببینم توی اصلی چجوریه. نرمه، خب یادم مهم نیست پس، ولی نرمه دلیلی برای این نیست که. ببینم یه تیغه رو یه نگاهی بندازم. خوبه حالا اصلا نیوبلین خیلی. ادیت دلیت هیستری به یه فایل دیگه. نایف دو بلی نایف دو. این چهاره چیه؟ آها چون که چیز نبود دوتا رو پاک کردم و این اسمش چهار بود، دوباره ازم اسم میخواد، چون دوتا رو نباید پاک میکردم. خیلی خوب، اینو یه دوباره انتخاب کنم بیاد بیرون که این ورتکس های انتخابیش در برن. یه اسموت میکنم. خب کلی ورتکس هست، اینا رو هنوز جوش ندادیم، اینا رو هم بیاریم جوش بدیم. اینایی که اینجا اینا و اونا. خب اینه تعداد ورتکس، اینا هم جوش دادیم. اینا هم که جاشون تقریبا اوکیه. خیلی خوب، این خراب شد به این شکل. حالا برای اینکه اصلا این اتفاق هم نیفته، من میام اینا رو اصلا کلن اینجوری پاکشون میکنم برن، نیازی بهشون ندارم. دلیت به این هم نیازی نیست. ایج حداقل به تعدادی از اینا نیاز نیست، به این
به اون دوتا هست، به این و به این نیازی نیست. چون ورتکس های اینا رو هم میزنیم پاک میکنیم میرن. وقتی که یه صفحه تخته، اگه فیسش پنجتایی هم باشه جواب میده. صفحه تخت باشه، کاملا تخت. در مورد اینها هم، این دوتایی که اینجا ببینیم الان اثبوتش کنیم چجوری در میاد. این چیه اینجا؟ اوه چهار تا، چه خبره؟ این دوتا شاید مرج بشه. این یکی، این یکی، این یکی، این دوتا مرج اسمت. خیلی خب، الان خوب شد. حالا اینجا به هر حال چون تیز میشه میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب بذار یک شیوه دیگه ایرم بهتون بگم. از این میکشم به اینجا، اینم دقت کنید، اینو پاکش کنم قبلش، ورتکسش هم بذاریم بره. از این میام اینجا، از اینجا میام اینجا، دوباره یه شیوه دوخت و دوز قدیمیه. از اینجا پا میشم دقیقا میام همینجا، از اینجا میام اینجا، از این میام روی این قسمت، از این میام روی این قسمت. چهار تا چهار تا چهار تا، این پنجتایی هم اینجا هست. خیلی خوب اثبتش کنم این چجوری شد. برای این از اینجا پا میشم میام اینجا، میام اینجا، از اینجا میام اینجا و این قسمت. خیلی چهار تا چهار تا چهار تا چهار تا، بدون اینکه اصلا بخوایم به جای دخول تصرف بکنه. خیلی این از این، اینجا چی شده؟ اینجا چرا این شوریه؟ اینجا میایم قسمت رو به این شکل. نه بود دیگه، کجا داری میری؟ میام یکی از این ورتکس ها رو فعلا منهدمش میکنم ایتش. و بعد میام اینجا تا اینجا بیاد برای محکم کردن اون قسمت. از این ور در رفت، اما ورتکسی که اون ور منهدم کردم یکی این ور بودم میکشیم اینجا. خیلی خوب، حالا از اینجا شروع میکنیم کارهای دیگه همونو میکنیم. میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا. خیلی خوب، این هم با همین داره من تا اینجا میام. خیلی خوب، این دوتا رو که مرش تشریف میبرن. کجایی؟ گوشه‌هایی که میخواستیم انحنا پیدا نکنه. چی پیدا نکنه؟ انحنا پیدا نکنه توی شیوه مثلا هرچی. خب اگر فیسشون ستایی بشه اشتار داره؟ بستگی به نتیجه داره، باید امتحان کنیم چی داره. آره این ایج رو پاکش میکنم، این ورتکس هایی هم که متلاشی هن مرش میکنم، این هم که میزنم بره. اینجا ورتکس متلاشی اینه، مرجش میکنم، این ایج هم میگم نمیخوام، دلیتش میکنم، ورتکسش هم میزنم بره. اما این ورتکس هم برمیدارم سنپ میکنم به این یکی. نمیدونم چطوره، خوبه
من 5 تاش کنیم، اسم توش کنم، اینجا چند تا ورتکس داره، اینجا چند تاست؟ یکی، 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 دو تا، چهار تا، یکی، خیلی، 5 اسموت، از اینجا یه دونه به اینجا بزنیم ببینیم چی میشه. اینجا یه اتفاقی افتاده، اینجا چند تا ورتکس دوت، خب از اینجا هم یه دونه کشیم به اینجا، به قول ایشون این رو هم اگه پاک کنیم نه اشتباهه، از این باید باش اچن چهارتایی میشه ببینم چه جوری میشه. نه خوب نمیشه. اینجا یه تیغه داره، این تیغه چیه؟ جای تا هم ورتکسی هست اسموت نشد، اینجا، اینجا نه، اینجا نه، اینجا هم دوتاییه، میام توی نرمال کانفورم میکنم. واسه همین این همه فایل، بله بله، پس همینجوری هم هست. خب ببینیم اینجا اصلا مشکلش چیه. این چی فیس ورتکسه، بعد برای دیدنه. خب اینجا یه ایرادی وجود داره، اینجا یک ایرادی وجود داره که این باعث میشه این ایجا درست در نیاد. اینجا یه تیغه ای هست، این تیغه مربوط احتمالا به این دوتا فیس، این دوتا فیس رو پاکشون میکنم حالا ببینم مشکلشون حل شد. این دوتا فیس هم پاک میکنم، اینجا یه ایرادی داره، اغلب هم پیش میاد، زیاد مهم نیست. دور اپند رو انتخاب میکنم، از این به این، از این به این، مثلا همین هم از شما میخوام. اینجاش دلاری نیست، اینجا آره چرا که نه. اپند این به این، نه این اینجا یه مشکلی داشت که فیس، حالا به اون بحث نرسیدیم، نمیخوام الانم بگم که چرا بعضی وقتا یه جای تیغه میفته، تا بعد انشالله. آره آره خب اینم از این، ببینیم کجا ایراد داره. خب تقریبا خوبه. دو شرکته؟ نایک. چرا؟ خب اینجا هم میخواییم، این هم محکم کاری، اینجا اسموتش کنم و دو و کیبوردر آف، حالا بگیم که چون شما هیچ سه، ببینیم چی شده. خب بدک نشد، اینجاش یه خورده ایراد داره، این هم یه خورده فرو رفتگی داره، زیاد جالب نیست. این هم هنوز به نظر من یه خورده کار داره که در بیاد.
اینجاش خوب نشد. خب میگم که انشالله باهاتون دست میگیرید انجام میدید، ولی اینجا یه سری بالا پایین شده ورتکس. از این دستم خورده، دستم اینجا دستم خورده، وگرنه پایین نبوده. این پایینش کاملا درست، چه دستم خورده جا به جاش کردم. چی؟ چجور تابلو؟ اینجا؟ نه بابا بذار اصلا همینجوری باشه. آره یه خورده کوچیکترش کنی که دیده نمیشه. الان تیزه. خب با نه از این زاویه خوبه، وقتی زیاد اینجا نزدیک میشین شکستگیاش دیده میشه. اگه شکستگیاش هم دوست داشتید نبینید، سش میکنید به این شکل در میاد. خب تیغش هم بدک نیست، خوبه میبره. اینجاش هم خوب شد، ناز شد، انگار تازه از قالب درش آوردن. اما برای بقیهش یه خودم کوچولو شده. بتونید در بقیهش لازمه بسازم؟